شاگرده عزیز سلام خدا کنه که جور صحت من باشین موضوعاتی که امروز بخیر ما شما کار میکنیم در دریافت فاکتور و قیمت پولینیوم توسط تقسیم ترکیبی هست خدا کنه تا آخر جلسه که امروز همراه شما هستم ای در همراه ما باشید و قلم و کتابچه پیشتان باشه و هر موضوعی که من نوشتم میکنم شما هم در کتابچه خود یادداشت بگیرید خب شاگرده عزیز البته صفحاتی که اینجا من میخوایم همراه شما تدریس کنم صفحه 41 الو 42 کتابتان است که موضوع آخری فصل اول ماست بخیر که بعد از این بخیر خلاصه فصل میه و بعد از خلاصه فصل تمرین ها میه بخیر تمرین ها رو کش میکنیم که یک جلسه همراه کار کنیم و خدا کنه که تا آخر جلسه همراه ما باشین خب شاگرده عزیز موضوع ما دریافت فاکتور و قیمت پولیونیوم توسط ترکیبی است قبل از اینکه درس نو شروع کنیم درس گذشته ما در مورد چی بود درس گذشته ما در مورد تقسیم ترکیبی بود ما فهمیدیم که چطور ما میتونیم توسط تقسیم ترکیبی یک پولینما بالای پولینم دیگه چی کنیم تقسیم کنیم حالا ما شما چی میکنیم؟ ما میگیم که حال فاکتور ما دریافت میکنیم توسط تقسیم ترکیبی فاکتور چی است اگراتون باشد در درس های گذشته ما فاکتور ما به شما گفتیم در درس گذشته ما شما گفتیم زمانی که یک پولینوم پی اکس بالای اکس منفی تقسیم شود و باقی مانده ما صفر شوه زمانی باقی مانده صفر میشه وقتی که صفر شد ما میفهمیم بگیم که پولینوم دقیق اکس منفی ای فاکتور پولینوم اف اکس است حال ما چی میگیم اینجا ببینید میگیم زمانی که پولینیوم پی اکس ما تقسیم اکس منفی ای شود و این باقی مانده ما باقی مانده چی شود آر, آر ما مساوی با صفر خارج قسمت باشه ما اینجا گفتم میتونیم که اکس منفی ای در فاکتور چی است پی اکس است اگه تا باشد در درس قبلی ما شما ایر انجام دادیم فاکتورش را پیدا کردیم بدون عملی تقسیم حالا ما میخوایم هم را توسط عملی تقسیم ترکیبی این دفعه کار کنیم تقسیم ترکیبی بسیار ساده است تقسیم پولی ما هست و توسط رو ببینیم شما ما شما چطور میتونیم که این انجام بدیم ببینید امیره ما توسط یک مثال به شما واضح میسازم میگه توسط تقسیم ترکیبی شما نشان بدین که دو x به توان 4 البته مثال کتابتان مثال یک هست صفحه چهل و یک کتابتان میگه توسط تقسیم ترکیبی نشان بدین که PX مسایی به دو به توان چهار منفی x به توان سه منفی x مربع مثبت x و منفی یک ای تقسیم میشه بر x منفی یک خب پس دو منفی یک منفی یک منفی یک منفی یک پس چهار سه دو یک عدد ثابت تقسیم یک میشه خب حالا ببینید ما شما چی می کنیم عدد دو رو خودش چه میکنیم شاگردا پایین کنیم. دو ضرب یک دو خب دو منفی یک 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 ضرب یک یک جمع کنیم صفر صفر ضرب یک ما چند میشه صفر اما یک جمع صفر یک یک ضرب یک یک این که چی شد منفی ببینید شما آخرین عدد شما ببینید آخرین عدد ما اینجا چی است آخرین عدد ما صفر است آخرین عدد اینجا چند است صفر است پس دقیقت آخرین عدد ما که صفر است پس این چی سفر شده باقی مانده است که سفر شده خب ببینین زمانی که باقی مانده صفر شوه ما شما گفتیم وقتی که باقی مانده صفر شد در پولینیوم پس ما چی گفتم میتونیم گفتم میتونیم که در حقیقت همین x منفی یک فاکتوری با پولینیوم هست کدام پولینیوم لوکس x به توان 4 منفی x به توان 3 منفی x مربع جمع x منفی یک خب شاگرد عزیز حالا یک سوال دیگر را ما شما حل میکنیم توسط همین تقسیم ترکیبی آیا ببینیم باقی مانده صفر میشه یا نه خب یک سوال دیگه هست که آر به توان چهار آر به توان چهار منفی 256 این ما میگن که تقسیم کنین بر چی؟ بر آر منفی چهار با ما شما میگه آیا آر منفی چهار فکتور پولینیوم هست یا نه؟ خب ما میگیم توسط تقسیم ترکیبی شما ایرا ثبوت کنین پیدا کنین آیا واقعا آر منفی 4 فاکتوری هست یعنی خب اولین کاری که میکنیم چی است ضریب آر به توان 4 ما چند است یک آر به توان 3 داریم صفر آر به توان 2 هست نداریم صفر آر به توان 1 هست صفر عدد و ثابت ما چند است منفی 256 تقسیم شوه بالای کدام عدد آر منفی 4 که مساوی با صفر قرار بدیم آر ما چند پیدا میشه آر ما پیدا میشه خب حالی ما میگیم که ایده چی میکنیم تقسیم میکنیم پس یک دفعه دیگه بهتون میگم آر به توان 4 ما اینجا چی هست یک آر به توان 3 هست این سوال نیست پس صفر میمونیم آر به توان 2 نیست صفر میمونیم دقیقت هست صفر ضرب آر مربع که صفر است صفر ضرب آر توان 1 صفر است و عدد ثابت ما هست منفی 200 چند 56 خب عدد اول ما یک است همین یک ما شما چی کردیم پایین کردیم خب یک ضرب 4 4 میشه درست است یک ضرب چهار چهار سفر جمع چهار چند میشه؟ چهار چهار ضرب چهار شانزه شانزده جمع سفر شانزه تا اینجا شاگرد از این سوال ندارین؟ خب حالی شانزده را ما ضرب چهار میکنیم چهار شش بیست و چهار دو شاصل. چهار یک چهار دو شش شست و چهار پس سفر جمع شست و چهار شست و چهار حال شست و چهار را ما ضرب چهار میکنیم چهار چهار شانزه یکش حاصل میمونه چهار شش بیست چهار یک چند میشه بیست و پنج شاگردی عزیز خوب دقت کنین 25 پنج همه بیست پنج چند شد سفر این سفر در حقیقت چی است باقی مانده پس اینجا ما شما چی گفتیم که باقی مانده ما در اینجا سفر شد زمانی که باقی مانده سفر شود چی منو داره آیا مناشی نیست که آر منفی چار یا اکس منفی ای فاکتوری پلینیوم هست پس اینجا چه معنا داره که آر منفی 4 فاکتور پولینیوم آر به توان 4 منفی 256 است خب شاگردای عزیز موضوع بعدی ما دریافت جزور معادله توسط تقسیم ترکیبی هست ببینین توسط تقسیم ترکیبی چطور میتونیم جذور معادله رو پیدا کنیم عزیز عزیزی بسیار موضوع مهم است خب شاگرد عزیز حالا موضوع بعدی ما شما دریافت جزور معادله توسط تقسیم ترکیبی است. چطور میتونیم توسط تقسیم ترکیبی جزور یک معادله درجه چهارم، درجه پنجم، درجه سیوم رو پیدا کنیم؟ اینجا یک شرط است. میگه اگر یک جزر معادله ما عدد یک باشه. یکیش عدد چی باشه؟ اگر یک جزر معادله ما یک جزرش. اگر یک جزر معادله ما عدد یک باشه. ببینید چقدر میره تکیت میکنم. اگر یک جذر معادله ما عدد یک باشه شما توسط تقسیم ترکیبی میتونین که جزور دیگه رو پیدا کنید چطور ببینید حالی میگه که اگر ما یک معادله داشته باشیم صفحه 42 کتابتان هست معادله ما باشه شاگردای عزیز اکس به توان سه اینجا بتان نوشته میکنم کنم مثبت چهار اکس مربع مثبت X. منفی 6 مساوی به صفر یک معادله چی هست؟ یک معادله کلینومی هست گفته اگر یک جذر معادله ما صفر با یک جذر معادله ما یک باشه شما میتونید که دیگه جذر جذورش شما توسط تقسیم ترکیبی پیدا کنید اینجا بس به شما می میگه ده سوال تو نیست که یک سوال بده بگه تقسیم ترکیبی شما کار کنید میگه به شما اگر یک جذر معادله تان یک باشه توسط تقسیم ترکیبی دیگه جذورش پیدا کن خب حالا اینجا هم به همین شکل سوال داره که یک جذر معادله ما چند است یک است پس ما عاجل میفهمیم که همین تقسیم ترکیبی را ما x به توان 3 ضریبش چند است یک x مربع چند است 4 عدد ثابت ما چند است یک عدد ببخشید ضریب x ما یک است و عدد ثابت ما منفی 6 این ما تقسیم چی میکنیم؟ این ما تقسیم همون یک جذر ما که گفتیم یک است یک میکنیم خب وقتی که ما تقسیم میکنیم همین دوباره ما به شما بتا نوشته میکنم عدد یک خودشا پایین میکنی یک ضرب یک چند میشه؟ یک یک جمع چهار پنج پنج ضرب یک پنج پنج و یک؟ شش شش ضرب یک شش منفی 6 ش... ضرب منفی 6 شد صفر خب اینجا سوال به شما خلق میشه ما چطور میتونیم توسط تقسیم ترکیبی جذور دیگه شو پیدا کنیم بسیار ساده خارج قسمتش کدام است اینجا ببینید ببینید از x به توان 3 یک اب توان تفریق کنیم میمونه x مربع x مربع ضریبش یک است دیگه من یک نشانه نمی کنم x مربع جمع 5x مثبت ببینید x مربع مثبت 5x مثبت 6 مساوی با صفر چون باقی مانده صفر نیست خدا بعدی با باقی مانده صفر پاشه پس حل ما امو صفر بوده میتنم اکس مربع چون مادله چی هست؟ مادله پولینومی هست اکس مربع جمع پنج اکس مصبت شش مساوی به صفر خب یک جزر ما پیدا شد اکس یک یعنی اکس منفی یک خب حالی ما میخوایم ایره حل کنیم دو عدد پیدا کنیم اکس جمع اکس جمع چون جمع چون علامی هر دوش مثبت است دو عدد پیدا کنید که ضرب 6 جمع 5 دو ضرب 3 نیست اینجا دو جمع پنج نیست پس یکیش دو شد و یکی شن شد سه شد این ما مسایی به چی قرار دادیم سفر پس هر کدام شد جدا جدا مسایی به سفر قرار میدیم x مثبت دو مسایی به سفر x مسایی بشه با دو x مثبت سه مسایی به سفر x ما مسایی به چند میشه منفی ببخشید این منفی دو شد و این هم شد منفی سه پس ببینید یک جذر ما شد منفی دو یک جذر ما شد منفی سه و جذر دیگه ممکن شد یک پس این معادله ای که دقیقت اکس به سه یا ترجیش سه است چند حل داره سه حل منفی دو منفی یک و یک چرا به خاطر که هر کدام از یاره که در این مدل وضع کنم دو طرف مدل ما مساوی چی میشه شاگرد عزیز مساوی به دقیقاً صفر میشه خب شاگرد عزیز حالی ما شما کار میکنیم سر مسئله بعدی یک مثال دیگه البته مثال تمرینتان هست ببینین سوال ها متفاوت است سوال های تمرین متفاوت است اما به این طریق همراه شما کار کرده و این بسیار یک موضوع خوب هست خب گفته که در سوال بعدی سوال چهارم تمرینتان هست کوشش میکنیم این سوال هم حل کنیم به شما سوال بسیار ساده و شما توسط همین میتونید که کار کنید ببینید گفته که سوال چهارم اگر عدد یک یک جزر معادله ما باشه ببین همین سوالی که پیشتر ما شما کار کردیم اگر عدد یک یک جذر معادله چی باشه x به جمع x مربع بسیار ساده منفی 10 مثبت هشت شاگرده عزیز دقت کنید در علامه در شکل سوال بسیار زیاد دقت داشته باشید چون همی علامه مثبت منفی شوه یا علامه منفی مثبت شوه این شکل سوال کاملا تغییر میکنه با این جوابی که شما میخواین به بیارین این جوابت هم قناعت بخش نیست و حتما مشکل ایجاد میکنه ریاضی هم اینطور است در صفر و یک مکمل بعد شما معادله رو تغییر بدین و تواله رو مکمل کار کنین خب شاگرده عزیز حال ما هست x به توان 3 جمع x مربع منفی 10 x مثبت 8 میخوایم تقسیم یک جذر ما کنیم خب چون گفته اگر یک جذر ما یک باشه x به توان 3 یک است x مربع یک است x ما هست منفی ده عدد ثابت 8 تقسیم یک خب سعی کنیم باز مثل همیشه ما تقسیم ترکیبی رو که انجام میدیم ببینید یک خودش رو پایین میکنیم یک ضرب یک چند میشه یک آفرین جمع میکنیم چند شد دو دو یک دو از منفی دو ده که دو تفریق شود چند 8 8 ضرب 1 منفی 8 میشه ای باز چند شد صفر شد پس ببینید شاگردای عزیز یک درجه از توان تفریق میکنیم x به توان 3 میشه x مربع میشه x مربع مثبت 2x منفی 8 دقیقاً کیو x ماست اینجا باقی مانده صفر نشد میفهمیم که این یوم هست مساوی به چی صفر پس شما خوب دقت کنین شاگرده عزیز عددی را پیدا کنین که اگر ضرب کنین 8 شوه و اگر جمع کنین دو شو. با علامه عدد بزرگتر چهار ضرب دو هشت میشه درست است و چهار اگر ما منفی دو کنیم با علامه عدد بزرگتر پس اینجا کدام جذر پیدا میشه x مثبت چهار و x منفی دو مساوی با صفر چرا ببینید چهار علامش مثبت است چهار که منفی دو کنیم مثبت دو نمیشه ببینید بسیار ساده هر کدام جدا جدا قرار میدیم x جمع چهار ما مساوی با صفر قرار میدیم در اینجا x ما مساوی با چند شد منفی چهار و در اینجا x منفی دو رو مساوی به صفر قرار بدیم اینجا x ما چی شد مثبت دو پس x مثبت چهار مساوی به صفر x ما منفی چهار x منفی دو مساوی صفر x ما دو در اینجا معادله ما چند حل پیدا کرد معادله ما سه حل است x منفی دقیقت میتونیم بگیم که چون درجه سه است x ما منفی چهار شد دو شد و یک درجه رو ما میفهمیدیم که چند است یک است خوب شد عزیز خدا کنه که درس امروز فهمیده باشین موضوع درسی امروز ما چی بود؟ دریافت فاکتور بود، توسط تقسیم ترکیبی و اینکه ما چطور میتونیم جزور معادله رو توسط تقسیم ترکیبی در صورتی که یکی از جزایرای ما چند باشه عدد یک باشه. چطور میتونیم توسط تقسیم ترکیبی این جزور رو پیدا کنیم؟ شاگردای عزیز، کار خانگی که بهتون میدم تمرین صفحه 43 کتابتان هست. این تمرین خوش خانه انجام بدین سوالای بسیار ساده هست سوالایی هست که به همین شکل محل کردم همراهتان و این تمرینی که محل کردم همراهتان تمال چهارم همین صفه هست خدا کنه که درس امروز فامیده باشین درس امروز و مشکلی نداشته باشین با امید روزهای بعدی وقت خوش داشته باشین خداوند نگهدارتان.